به ویو عمل میکنه یعنی میتونه مشابه یک ویو کار کنه در این حال میتونه از یک ویو پیشرفته تر هم باشه اجازه بدید با هم دیگه در محیط اسکل سرور بررسی بکنیم در اسکل سرور در قسمت فانکشنز به سراغ تیبل ولیوت فانکشنز ها میریم حالا میتونیم یه فانکشن جدید ایجاد بکنیم. خب. پارامتر ورودی فعلا احتیاجی نداری. حالا در اینجا باید یه سلکت داشته باشی. مثلا سلکت استار from products یک اسم هم برای فانکشنمون تعریف میکنیم مای اف فانکشن ما ساخته شد حالا مثل یک ویو میتونم من به اون سلکت بزنم سلکت استار فرام دی مای اف این هم حاصل سلکتی که به اون فانکشن داشتیم میبینید که عملا یه ویو هست با این تفاوت که سرعت فانکشن ها از ویو ها یه مقداری بیشتر هست دقت کنید که باز ماهیتا این نوع توابع مشابه یه تیبل عمل میکنن من من میتونم یه ور جدید هم روی اون بذارم مثلا پروداکت آیدی برابر با یک ببینید یعنی واقعا یه نوع تیبل خواهند شد میتونیم جوین داشته باشیم و به راحتی ازش استفاده بکنیم ترجیحاً بین یک فانکشن و بین یک ویو من پیشنهاد میکنم فانکشن رو استفاده بکنیم سرعت فانکشن ها از ویو ها بیشتر هست ولی باز هم باید به شرایط نگاه کنید و بررسی بکنید شرایط رو در هر شرایطی یک نوع از این آبجکت ها میتونه مفید واقع بشه حتی در بعضی از مواقع هست که شما بر اساس دانش تئوری که خودتون نمیتونید عمل کنید نوشتن هر کدوم از اینها زمان زیادی نمیبره یه ویو امتحان بکنید یه فانکشن امتحان بکنید یه استود پروسیجر امتحان بکنید به نظر من در ابتدا استود پروسیجر امتحان بکنید اگر که سرعتش مناسب بود که قطعا مناسب هست استود پروسیجرها ها مشکلی در این زمینه ندارن ولی اگر در جایی مجبور شدید بین ویو و فانکشن ابتدا یک فانکشن بنویسید باز اگه سرعت مناسب بود دیگه به سراغ ویو لازم نیست که بری اگر که سرعت در حالتی نبود که مناسب باشه یه نمونه از اون هم با ویو ایجاد بکنیم خب بریم سراغ بخش بعدی در اونجا هم باز یک حالت از فانکشن ها رو با هم دیگه بررسی میکنیم